سلام، وقتتون بخیر. امروز میخوام بهتون آموزش دامن لنگی رو یاد بدم. الگوی این دامن رو قبلا بهتون آموزش دادم، امروز میخوام براتون ببرم و بدوزمش و ببینید چقدر دوختش راحته. این دامن به دو قد پارچه احتیاج داره، میتونه هم با پارچه های ساده باشه، هم میتونه گلدار و همینطور پارچه های چارخون هم خیلی ترکیب قشنگی به ما میده. میتونید لبه کار رو نواردوزی یا گاندوزی و یا روباندوزی کنید. هر مدلی که خودتون دوست دارید میتونید تو لبه لباستون اعمال کنید و یه شیکی خاصی به لباستون بدید. معمولا این دامن برای سایزهای کوچیکتر قشنگتره، ولی هیچ ممنوعیتی برای سایزهای بزرگ نداره. من امروز اتفاقا برای یک سایز بزرگ دارم این دامن رو میدوزم. اگه این دسته از ویدیو رو دوست دارید میتونید به کانال من سابسکرایب کنید و اگر از دیدن آموزش این هفته خوشتون اومد لایک کنید. من فریبا هستم، به کارگاه من خوش آمدید. خب بچه، الگوی دامن لنگی رو قبلا بهتون آموزش داده بودم، حالا ببینیم چجوری بریده میشه و دوخته میشه. حقیقتا این دامن به چند روش هم بریده میشه و به یکی دو روش هم دوخته میشه. من الان گذاشتن الگو روی پارچه رو بهتون یاد میدم، یکی دو موردش رو بهتون میگم، بعد خودتون انتخاب کنید که دوست دارین چجوری این الگو رو پارچه بنازین و ببرید. من در واقع پارچم رو دولا کردم از حالت عرض به عرض، یعنی ترکی روی ترکی قرار گرفته. خب گفتم دو قد پارچه احتیاج دارید شما برای این کار. یه روشش اینه که من سی اف رو همراستا کنم با خط ترکی پارچم، این سی اف و با ترکی همراستا کنم و اینو بذارمش اینجا و دور تا دورش رو علامت بزنم ببرم. بعد پارچم رو میتونم بیارم پایین به این صورت، الگوی پشتم هم بندازم در امتدادش. برای الگوی پشت، خط وسط پشت رو میتونم با ترکی پارچم میزون کنم و در وسط پشت من درز داره و هیچ پنسی هم روی لباسم قرار نیست که دوخته بشه، چون این الگو تبدیل به فون ساسون بسته شده و تمام عوضمان ها به پای دامن رفته و یه گشادی در پای دامنم داره. این یک روش. پس یه دونه دولای باز، یعنی دو تا از پیش میبرم و دو تا هم از پشت میبرم، یعنی پارچه من روی دولاست و این برش میخوره. یک روشش. یه روشش میخوام همین دو قد پارچم رو در میخوام از بچه این شکل طول رو طول میخوام تا کنم، البته یک لا میخوام ترکی رو به این صورت بچه ها تا کنم، ترکی روی ترکی بیاد، در حالی که قسمت بالای دولای من از بالا رو دولای بسته قرار میگیره. الان تا میکنم ببینید اون چه شکلی در میاد. توی این حالتی که الان میخوام براتون انجام بدم، میخوام بهتون بگم که تو حالت قبلی بچه ها اینجوری میشه که درزای پهلوامون درز داره و قراره توی درز پهلوها دوخته بشه. حالا اگه بخوایم که پهلوهامون هم درز نداشته باشه و در عوض پایین دامنمون هم یکم عوضمانش بیشتر باشه و یکم حالت فونی بیشتری داشته باشه که وقتی میخواد روی هم بیاد دامنمون و یه ذره پایین کارمون گشادتر باشه، میتونیم مثلا پهلوها رو درز ندیم و پارچه رو از طول تا کنیم روی هم. یعنی اگه قد پارچه شما مثلا قد دامن شما اگه 75 سانته، شما 1.5 متر پارچه میخواید پارچه رو تا کنید به 75 سانت فقط داشته باشید. البته به همیشه یه زاپوس دوخ برای کمر و قسمت پای دامن اونم داریم البته. و تو این روش که میخوام بهتون بگم دیگه پهلوامون درز نداره و پهلو به پهلو میچسبه و این تیکه تو عوضمان میفته. بذارید پارچه رو اونوری تا کنم ببینید چه شکلیه.
بچه ببینید تو این روش در واقع طول روی طول انداختم و قسمت حالا یا پایین دامنم یا بالای دامنم حالت دولاست. میبینید به این صورت یا دو تا تیک پارچه رو باید روی دو تا قد رو باید روی هم بندازین و در این عرض پارچه تونه. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ من اینجا میخوام کمر دامن رو از قسمت بالا به هم وصل کنم به این صورت، فقط تو قسمت کمر. بچه ببینید تا جایی که من جا میده، یعنی تو همین دو سه سانت اول به هم وصل میشه، تو قسمت پایین کارم این یه تیکه میشه عوضمان. من هیچ کاغذی الان نمیخوام اینجا بچسبونم، خود به خود روی این پارچه این عوضمان کاملا به همین صورت مشهوده. خط سی اف هم دقیقا در راستای پارچه باید قرار بگیره. پس اول سی اف رو میزوم میکنم، بعد کمر رو میذارم کنار هم، به این صورت کمر رو میذارم کنار هم و دور تا دور کارمو میبرم. اینجوری دیگه پهلومم درز نداره، فقط من یک درز در وسط سی بیم دارم و قسمت جلو هم که دولای بازه. این میتونه یکم فونی کارتون و پایین کارتون رو قشنگتر کنه و خوشحالتر بیسته. حالا ببینیم تا آخر پیش بریم، ببینیم برای پایین دامنمونم میتونیم یه چین بدوزیم یا نه. قد دامن من الان 60 سانته، میتونم یه چین 10 تا 15 سانتی هم برای پایین دامنم بدوزم که یه ذره کارم رو جذابتر کنه. خب حالا من تصمیم گرفتم که با همین روش ببرمش، تو پهلوان نمیخوام درز بدم و کمر رو به هم میچسبونم، الگو رو درست کنار هم میذارم روی پارچم، دور تا دورش رو خط میکشم. برای وسط پشت 1 سانت زاپا صندوق کافیه، چون اصلا نیازی به بیشتر از 1 سانت نداریم. برای پایین دامنمونم 1 سانت و برای کمر لباسمونم 1 سانت زاپا صندوق کافیه. بریم با هم ببریم و بدوزیم. الان تنها چیزی که احتیاج داریم یه کمر 2 تا 3 سانتیه برای دور تا دور این دامن که خیلی ساده میتونیم بدوزیمش از یک پارچه راسته. هر چقدر که پهنای کمرتون رو دوست دارین داشته باشین، 2 برابر به اضافه 2 سانت زاپاس دوخت میخواین. اگه کمرتون 2 سانتیه، 2 برابرش 4 سانت به اضافه 2 سانت زاپاس دوخت میشه 6 سانت. اندازه طول کمرمونم دقیقا بچه ها اندازه همین کمر. الان ببینید این نصف دامن منه دیگه، این دولاست، 2 تا تیک پارچه روی همه. پس هر اندازه که اینجا باشه 2 برابر به اضافه 8 سانت اضافه تر کمر رو بردارین که بهتون بگم که میخوام آخرش رو چیکار کنم. پس من همین اندازه رو اینو اندازه میگیرم به پهنای، چون خواهم کمرم 2 سانتی باشه، 6 سانت پهنای کمرم برمیدارم. طولش هم که هر اندازه بود به اضافه 8 سانت.
برای این کمری به نصف کمر میتونم لایی بچسبونم، اگه لاییم کاغذیه یا لایی فرانسه است و نمیخوام خیلی ضخامت بدم، به نصف پهنای کمرم در طول کامل همه رو لایی میچسبونم. اگه از لایی حریر یا لایی پرشین استفاده کردم، کل کمرم رو میتونم لایی بچسبونم، بعد وصلش کنم به دامن. بریم که با هم بدوزیمش. تنها درز دوختنی این دامن درز وسط پشته که میدوزم و بعد سردوز میزنم. خب بچه این فقط یه درز داشت و این درز وسط پشت بود که دوختم. حالا میام دامن رو به شکل واقعیش تا میکنم. از این قسمتی که چرت زده بودم برای کمر استفاده میکنم، ببخشید برای پهلو استفاده میکنم، این سر جای خودش، این چرت پهلو هم سر جای خودش و سی اف روی سی اف در واقع قرار میگیره و شکل دامن ما در واقع دامن ما این شکلیه. تیک معمولا دست سمت راست میاد روی سمت چپ میشینه، که البته بازم میتونه سلیقه‌ای باشه، میتونه سمت چپ هم بیاد روی سمت راست، هیچ فرقی نمیکنه. این قسمت سی اف هم در قسمت پایینم علامت میزنم، هر دو تا تیکه رو، هم تیکه روی هم تیکه زیری. اول به شما بگم که ما باید دور دامنمون رو بدوزیم، بعد کمر لباسمون رو وصل کنیم که کار راحت تر باشه. برای قسمت دست زیر که زیر قرار میگیره و این هلال رو داره، باید تو قسمت هلال ببینم تو دوربین بچه ها پیداست. ببینید بچه ها، از قسمت هلال داخل تا قسمت سی اف یه 10-12 سانتم از سی اف که رد میشید، باید یک مقدار تیکه پایینتون رو کم یا کوتاه کنید، برای اینکه نمیخوایم این تیکه از زیر دامنمون، از جلوی دامنمون، از تیکه روی بزنه بیرون. ما میخوایم تیکه روی غالب باشه و تیکه زیری مقدار کوتاه باشه. واسه همین من میام اینو یه ذره کمش میکنم. الان همینجا ببینید از خط سی اف یه 7-8-10 سانتی میرم کنار و ببین از اینجا ادامهش یه ذره آروم یه 2 سانتی اینو کمش میکنم. قسمت بالاش دیگه واقعا نیازی نداره، تا بالا میتونی بری حتی یه کوچولو کمش کنید، یعنی یه خورده فقط فرم کارمون قشنگ میشه. ولی اونی که برای ما مهمه این قسمت پایین کارمونه که از زیر دامنمون در واقع بیرون نزنه و کارو زشت نکنه. پس دست زیری رو این کار رو انجام میدیم. من از اولش اینو نبریدم که میخواستم به اینجا برسم و شما ببینید که وقتی میگم دست زیر یا دست رو دقیقا منظورم چیه. حالا من میام این یه تیکه رو یه مقدار کمش میکنم. حالا وقتی این دوتا میاد روی هم و کمر دامنم بسته میشه، دیگه اون قسمت هلال، نمیدونم بچه ها میبینید این قسمت هلالش کاملا رو میمونه و قسمت هلال زیرم به سمت داخل کشیده میشه. الان بذارید یه خورده باز اصلاحش کنم که حالت پله‌ای نباشه و خوشگل باشه. به این صورت دیگه تیکه زیر دیگه نمیاد پایین و قشنگ قالب بالا وای میسه. برای دور این کار میتونید سردوز بزنید بچه ها کارتون رو و یه لبه برگردونید چرخ کنید. میتونید دور تا دور کار رو نوار اوریب بدوزید و مثل مدل گاندوزی دور تا دور کارتون رو نوار یا همون گانو بدوزید. میتونید از نوارهای ریش ریش استفاده کنید مثل این که دور تا دور کارتون
به این صورت بچه ها یه ریشه خوشگل دور تا دور بیفته و یه جذابیتی به کارتون بده. من امروز میخوام از این ریشه استفاده کنم و نکته مهمشم اینه که وقتی میخوام یه ریشه یا یه نوار رو به لباسم بچسبونم، حتما اول باید خود نوار اتو بشه بعد به لباس فست بشه. اکثر این نوار حالت پولیستر داره، اگه همینجوری اینو بهش بدوزید و بعد به این کارتون رو اتو بزنید، یک مقدار این کار اینجوری جمع میشه و کارتون رو کاملا جمع میکنه و واقعا قشنگ نیست دیگه، باید مجبوری حتی بشکافینش. پس اول خود کار اتو میشه، نوار که تموم شد اینو به قسمت جلوی کار وصل میکنم. هم میتونم سردوز بزنم ساده و بعد این کار رو بذارم اینجا بدوزم، هم میتونم کار رو به این صورت به اندازه نیم سانت به روی کارم برگردونم و ریشه رو بدوزم. بچه در واقع اینجوری لبه نوار به لبه لباسم و بعد این خودش برگرده که از این بر کارم کامل تمیز بشه. فقط بچه بدونید که چون این نوار رو حجم داره، ما میخواییم برای قسمت رو کار کنیم و دور تا دور دامن و قسمت پایین تقریبا از سی افمون یه 15-20 سانت که بریم داخل دیگه کافیه، چون نمیخوایم تا بالا بریم و یه حجمی از این نوار زیر تیکه رویمون تو قسمت دامن داشته باشیم. مثلا نیازی به این کار نیست، چون وقتی که دامن روی هم قرار میگیره شما تو همین فاصله و از قسمت پایینش هم تا اینجاها در واقع این ریشه میبینید، ریشه تا این وسط ها که برید از سی اف تقریبا تا 20 سانت که برید سمت داخل به سمت این هلال کافیه، دیگه نیازی به قسمت های دیگرش نیست. و اگه ریشه رو طوری گذاشتین که کار از رو قرار برگرده و ریشه به این صورت بمونه، وقتی انتهای کارتون به اینجا میرسه، بچه وقتی مثلا از اینجا کارتون شروع شده به این صورت دوخته شده رفته، من میگم یه تیکه داخلی رو دیگه ریشه ندوزین که یه حجم اضافه تو کارتون نباشه. بچه اینجا دیگه چرت میزنم و اینو دقیقا برعکس یک سانت رو به تو برمیگردونم و چرخ میکنم.
دامن لنگمون هم دختش تموم شد. برای این دامن دیگه زیپی وجود نداره و فقط با دکمه در قسمت رویه و در قسمت داخلی با دکمه و جا دکمه وصل میشه، یا میتونید قزم بدوزید که دامن از داخل کیپ وایسه. قزن زیری رو بچه قشنگ کیپ بدوزید. من یه چند سانتی هم اینجا یه برگه اضافه گذاشتم که اگه حد دامنتون کم بود قشنگ برسه به پهلو و تو پهلو این کیپ به کیپ وایسه، کیپ قزم بخوره و بعد رویه بیاد که اصلا دیگه شل نشه و راحت تو تنتون وایسه. دوختن کمر کمک میکنه که دامن تو تن بهتر بشینه. اندازه ای که میخواین برگرد رویی دامن لنگی رو داشته باشین بستگی به خودتون داره و میتونه کمتر باشه، یعنی یه مقدار حتی میتونست بیاد جلوتر و از جلوتر این حالت هلالش بخوره. این قسمت پایین دامنمونو که در قسمت زیری که کوتاه کردیم، خوبش اینه که وقتی دامن برگشت میاد روی هم دیگه قسمت پایین زیاد پیدا نمیشه، یعنی اصلا پیدا نمیشه و به سمت داخل هلال میشه و فقط تیکه روییه که نمای خوبی داره. اینم از آموزشی که بلد بودم و دوستشم که بهتون یاد بدم. مرسی که همراه من بودین. تا دیدار دیگر، بدرود.